بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از قدیم و ندیم گویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاد المعصومین علیهم السلام. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا مهمان لحظات گرم و صمیمی شما عزیزان باشیم با برنامه پخش زنده به وقت بیداری با موضوع احکام. و بسیار خرسندیم که در محضر کارشناس عزیزمان هستیم، حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی اصرف خودم، و به نیابت از شما عزیزان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. سلام میکنم استاد، بسیار خوش آمد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محضر شما و محضر بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحت مند باشین، ما رو از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نکنین. خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید استاد. خوب هستین ان شاء الله. تشکر. الحمدلله. ممنون ان شاء الله. سلامتی وجودتون ان شاء الله. استاد محترم، چند جلسه را در خدمتتون بودیم با موضوع احکام خمس و زکات. الحمدلله به موضوعات خوب اشاره شد و بینندگان ما احساس رضایت کردند، سوالات فرستادن و پاسخ داده شد. و جلسه ان شاء الله در خدمتتون هستیم بر رسم سه‌شنبه ها با موضوع احکام. و چند سالی که عزیزان ما تقریبا به صورت پراکنده بوده روان کردن و خب اتاق فرمان فرمودن که اینها را ما به هر حال اگر بشه که در برنامه جواب داده بشه برای میششته ما اینجا، بله، علی رغم که بسیار از سوال ها به شخصی ها و به خصوصی جواب داده میشه، خب صلاح دیده شده که انشالله چند ساله و حتما موضوعات دیگه هم در بین مبحث پیش خواهد آمد. از شبه که بیننده عزیزی به نمبر مثبت 93 78 4 نمبر آخر 72 0 90 از افغانستان هستیم، بله از افغانستان، ایشون به واتساپ برنامه واتساپ به تماس شدن و سوالی کردن که در چند سال پیش ایشون جوان دیگه، حتما جوان بودن یا نوجوان بودن، ایشون خالکوبی کردن بدنشان ولی خب در حالت جنابت بودن لحظه ای که به اصطلاح خالکوبی را انجام دادن. و یه حال سوال شده که میگه که حال ما با یه حالت که از زمانم تیر شده، حال ما پاک هستم یا نه؟ گفته از چند تا ملایم پرسان کردن ظاهرا دمونجه، گفتن که باید خالکوبی را پاک کنی، شما شاید پاک کردنش سخت باشه. ایشان پرسان که حال وظیفه چه وظیفه‌ای دارن، چطور میتونیم کمکشان کنیم؟ بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد محضر شما و محضر بینندگان عزیز و محضر عزیز جوان یا نوجوانی که سوال پرسان کردن. ما خدمت شما و ای بیننده عزیز عرض کنیم که انسان وقتی که جنوب میشه یا او حالت جنابت برای انسان رخ میده، انسان نجس نمیشه بدنش، مگر که بدنش مثلا به بول یا غائط یا به اصطلاح منی آلوده شوه. و اگر یک نجاست دیگه در بدن انسان برسه، خب او قطعا او قسمت از بدن انسان نجس میشه. اما با صرف ای که انسان جنوب میشه، چه زن باشه چه مرد باشه، بدنش نجس نمیشه. نجس نمیشه. خب وقتی که بدن انسان نجس نباشه، شخص خالکوبی میکنه. خب خالکوبی هم که عبارت از اموست که یک مقدار رنگ میپردلو اینجا، به هر حال خالکوبی صورت میگیره. پس چون بدن از این شخص ده هنگام خالکوبی کردن نجس نبوده، بعد از خالکوبی کردن بدن از این نجس نیست. نیست. و هیچ نیازی به پاک کردن و نمیدونه میگه پای دیگه نیست. حالا بندگان خدایم که پرسان کرده، این شخص از او پرسان کرده، گفته اونا گفته شما پاک کنید، خب شاید مثلا به مسئله توجه نداشته باشه، شاید هم کلا از خالکوبی بدش میاد، آخ شاید گفته شما از خالکوبی بدش میاد. البته ما اینجا یک دفعه دیگه ممکن است این سوال پیش آمده بود، گفتیم که از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی، از نفس خالکوبی، خود نفس خالکوبی، فی نفسه، یعنی بدون از اینکه کدام
یه چیز دیگه در نظر باشه، گفته اشکالی نداره، خود خالکوبی فی نفسه اشکال نداره مگر از یک طریق دیگه حرام شوه. مثلا شخص خالکوبی میکنه و در اثر خالکوبی کردن یک ضرر قابل اعتنایی به بدنش میرسه و از این باب حرام است. یا مثلا شخص در بدن خودش مثلا یک سری تصاویر که نباید خالکوبی شوه خالکوبی میکنه، نوشته هایی که نباید مثلا نوشته شوه این نوشته رو در بدن خودش چی میکنه؟ خالکوبی میکنه. از این باب ممکنه خالکوبی کردن اشکال داشته باشه. و یک ذهنیتی که استاد بروشت آمده میگن کسی که خالکوبی میکنه وضوعی او اگر در موضع وضوع قبلا ما این مسئله رو جواب دادیم که کسی که خالکوبی میکنه وضوعیش هم صحیح هست و غسلی هم که میکنه صحیحه و هیچ مشکل خاصی در این زمینه نداره. اما ممکنه این برادر ما تصورش بر این باشه. یک نکته دیگر ما اینجا تذکر بدیم، البته برخی از فقها ها فرمودن که عرق انسان جنوب از حرام نجسه. عرق انسانی که از حرام شد، نعوذ بالله، مثلا یک شخصی زنای میکنه یا عمل زشت دیگه ای را انجام میده یا استمناع میکنه به هر حال و بدنش عرق میکنه، برخی ها گفتن که این عرق نجسه. ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی هم اینجا میفهمن عرق جنوب از حرام هم نجس نیست. یعنی عرق جنوب از حرام هم نجس نیست، بدن جنوب از حرام هم حتی نجس نیست. پس با جنابت انسان نجس نمیشه. بله یک حالتی در انسان به وجود میایه بعد از اینکه انسان جنوب میشه، یک حالتی در انسان به وجود میایه که عبادت دست به قرآن زده نمیتونه، نماز خوانده نمیتونه مگر غسل جنابت چی انجام بده. و بعد از اینکه غسل جنابت انجام داد او حالت از انسان رفع میشه، نه اینکه نجاست نجس شده باشه بدن انسان. با غسل جنابت نجاست از بدن انسان چی شود؟ رفع شود. پس بنابراین این رو باید توجه داشته باشین. البته این برادر ما ممکن یک تصوری براش پیش آمده باشه که یک قیاسی کرده باشه پیش خودش، گفته خب مرده که نجس میشه، پس بنابراین شخصی که جنوب بشه ممکنه چی شود؟ نجس شود. نه، مرده بلی نجس است، مرده بعد از اینکه انسان میمیره بدنش نجس میشه. چرا نجس میشه؟ چون انسان میشه مردار و یکی از نجاسات ما چون شما توجه دارین و بینندگان ما در جریان هستند مردار است و مردار نجسه. البته خب مرده انسان بعد از اینکه سه غسل داد، با کافور و خدمت شما عرض کنم با سدر و کافور و آب خالص سه غسل که داده شود دیگه حتی اون نجاست بدن مرده به انسان از رفع میشه و کسی اگر به دست بزنه مشکل خاصی نداره و غسل مس میت به گردنش نیست. پس این شخصی که خالکوبی کرده خاطر جمع باشه، آلویی که میخواد پاک کنه خودش میخواد پاک کنه، اون گپ دیگه است، ما رو کار نداریم. ولی از این باب که ای به جان از این خالکوبی بیفته که خالکوبی نجسه، بدن مرا نجس کرده، میره مثلا بتراشم بسوزانم یا کاری کنم، این گپا نیست و این نجس نیست و هیچ کار در این زمینه نیست. و یک رقم خالکوبی ها، خب خالکوبی که از قدیم بوده، بله، ولی خب استاد جدیدن چیزهای چاپ های دیگه ایمه که شاید اونا مانع از رسیدن آب در بدن شوه. اگر خالکوبی باشه جناب حسینی صاحب همون رقم سابق باشه که رنگ زیر پوست میره دیگه، درسته؟ وقتی که خالکوبی میکنه دقیقا یک کاری میکنن که رنگ در زیر پوست بفرستن و رنگ وقتی زیر پوست باشه دیگه به صورت دائمی میمانه. اگر مثل همون خالکوبی سنتی باری باشه که رنگ زیر پوست میره و در اصل رفتن رنگ زیر پوست برای همیشه تقریبا نیه هست، این اشکالی نداره. ولی اگر یک طوری باشه که جرم داشته باشه، مثلا مثل لاک خالکوبی میکنه، اینا چیز دیگه، اینا او درد نمیخوان بکشن، او یک بار چسب میزنه رو چسبوندن کی است صدام؟ خب اگه چسبونه کی باشه، مثل لاک واری باشه، مثل خدمتتون عرض کنم که مثلا یک صفحه کاغذ واری باشه، یا می چسبایی که نوار چسب واقعا مثل نوار چسب واری باشه، خب حرام، حرام خودش که نیست، صرف کار، ولی به خاطر اینکه وضو نمیشه، به خاطر اینکه غسل نمیشه، از این باب نباید کار را بکنن. ولی این که خالکوبی که ما در کجا بازار دیدیم دختر میکشه یک چیز دیگه میکشه اینجا خونه، اینا همون خالکوبی سابق از دیگر ممکن نامشه تتو بانن، چی میگن؟ تتو میگن. او نام حقیقت عوض نمیکنه، او همون خالکوبی سابق است و فرستادن رنگ در زیر پوست است و اشکالی نداره. گفتیم که اشکال نداره، فی نفسه اشکال نداره، مال کسی تصور نکنه که ما خالکوبی را خدمتتون عرض کنم که ترویج میکنیم و دیگه خب من تو صد حالا ان شاء الله که بس ما دور نشه، دیدم که شاید بچهای بعضی بچهای حیاتی بودن، خب خالکوبی نوشته کردن ولی خب چیزای شعارهای خوب نوشته کردن،
او نمیفهم اگر او شعار خودش فی نفسه گفته اشکال نداره، مثلا طرف اینجا نوشته میکنه مثلا عشق من فلانیه امام حسین، یا مثلا عشق من حضرت ابوالفضل، یا اصلا یک نامی از نامهای مبارک الله رو نوشته میکنه، بازم خودش اشکال نداره، ولی مواظب باشه که بدون غسل دستش دهی نباید برسه. بسیار تشکر میکنم استاد محترم. قبل از اینکه سوال بعدی رو پرسان کنیم، باعث شما پل ارتباطی خدمت بینندگان محترم عرض میکنم، نمبر مثبت 964-780-255-4013 نمبر ما در واتساب می باشد، پل ارتباطی ما و شما عزیزان، و می تانید شما بزرگواران سوالاتتان، نظرات و پیشنهاداتتان ارائه کنید و برنامه ها رو می تانید دنبال کنید از طریق یوتیوب و فیسبوک و آپارات. استاد محترم، مادر گرامی از هموطنانمون در کشور پاکستان، ایشان به نمبر مثبت 92-310-12-16 به تماس شدن و چند سوال پرسان کردن که ما امینا رو پی در پی انشاءالله از شما پرسان میکنیم و انشاءالله جواب این مادر بزرگوار خواهیم داد. سلام علیکم آج آقا، خوب هستین؟ بخیرین جان؟ من شنجره خانه خیرتی هم. آج آقا، من آیت الکرسی را نیت کرده بودم که هر روز 12 مرتبه انشاءالله میخوانم که خیر مشکلهای من رفع شود. تا یک سال تقریبا من روز 12 مرتبه میخواندم. آلی یک ذره جنجال خانم زیاد است، خود نمقدر وضعیت خوب نیست، زیادی وقتا دیگه آلی وقدر زیاد نمیخوانم، کم میخوانم. از جاها یه دمه گناه میشه که من اول نیت کرده بودم یا نمیشه؟ بسیار عالی، تشکر میکنیم از این مادر بزرگوار که به هر حال نیت کردن و انجام هم دادن تا حدود، و برایشان سوال شده استاد که آلی که شاید قادر نیستن یا تواناییشان ندارن چطور بود؟ البته این مادر ما نگفتن که من که نیت کدوم مرادش چیست، ولی اون رقم که ما از جامعه خودمان به اصطلاح در جریان هستیم که جامعه مردم چی رقم نیت میکنه یا چی رقم نیت نمیکنه، خب دیگه ما در بین جامعه بودیم، به هر حال مثلا مردم عوام اینا میگه که من همین کارو میکنم. وقتی اگه این رقم گفته باشه که من همین کارو میکنم ان شاء الله به خاطر از اینکه حاجتم برآورده شوه، خب تا زمانی که توانایی داشته خب مو کار 12 مرتبه آیت الکرسی رو میخونده در روز، عالم که توانایی نداره که به اصطلاح نمیتونه آیت الکرسی رو در روز 12 مرتبه بخونه، هیچ اشکالی نداره، 2 مرتبه بخونه، 1 مرتبه، 4 مرتبه، هر چی که در توان از این مادر ما هست امور رقم بخونه. ولی یک وقتی دیگه جناب حسین بزرگوار شما در جریان هستین و بینندگان ما ممکنه در جریان باشه، این با خودش نظر کرده باشه. نظرم 2 رقم است، یک نظر شرعی، یک نظر عرفی. نظر عرفی هم که میگه من نظر میکنم که این کار انجام بدم، این نظر عرفیه. ولی یک وقت هست این نظر شرعی میشه، مثلا میگه نظر میکنم برای خدا، این برای خدا ما چند مرتبه این قضیه را تکرار کردیم، تکرار میکنیم که جا بیفته در ذهن بینندگان عزیز ما که اگر کسی گفت من نظر میکنم برای خدای تبارک و تعالی ای که عرش و 12 مرتبه آیت الکرسی را بخونم، این که وقتی گفت برای خدا رم گفت، این نظر واجب زمانش مشخص کرد، یعنی زمانش مشخص کرد، همه قیدار آورد، این به گردنش چی میشه؟ واجب میشه و باید امون رقم 12 مرتبه ایره بخانه و به کمتر از او فایده نداره. ولی امون رقم که من گفتم و از مزاق جامعه و از مزاق عوام الناس جامعه در جریان هستم، شما شاید ملتفت از قضیه باشین که به این کپا توجه نداره، به نظر شرعی نمیکنن، همون نظر عرفی است، یا همینطور بگه من برای ازی که مثلا حاجتم برآورده شد، برای کسی که مشکلات گرفته یا رفع شد، من مثلا شب 12 مرتبه آیت الکرسی را میخوانم. احتمالا این مادر ما همین رقم بوده باشه، اگه این رقم باشه دیگه به هر اندازه ای که بعدش توانایی داره میتونه بخونه. نکته دیگه من برای ازی مادر، برای شما و برای بینندگان عزیز توجه بتون که آیت الکرسی چند آیه هست، آیت الکرسی که از خودش پیدایی که باید یک آیه باشه دیگه، آیت الکرسی میگه، نمیگه آیات الکرسی، آیه این یک دونه دیگه، آیت الکرسی همونی که درش چی داره؟ کرسی داره. ولی حضرت آیت الله العظمی سیستانی در همین رساله جامعه ما بارها خدمت بینندگان عزیزی را نشان دادیم، در جایی که نماز وحشته، نماز لیلت و دفن در جریان هستیم که اگر خدای نخواسته یک شخصی از دنیا بره، میگن که شب اول قبر، شب گرد قبر میمانن.
صحیح. نه شبی که در سردخانه میمانه، چون ممکن یک شخصی 3 شب 4 شب در سردخانه و جای بله دیگه بمانه، نه، او شبی که چی میکنن؟ دفن دفن میکنن. میشه. بعد از اینکه دفن شد میگن که همو آفتاب که غروب کرد به اصطلاح نماز مغرب شد و مردم نماز مغرب عشای خودش خواندن، بعد از اون میگن نماز لیلت الدفن یا نماز وحشت بخوانند، که حضرت آیت الله العظمى سیستری در مسئله 1042 نماز لیلت الدفن یا نماز وحشت و اینجوری رقم میفرماید: یک مرتبه آیت الکرسی. بعد داخل قوس یا داخل پرانتز گفتن آیات 255 تا 257، یعنی چند آیه میشه؟ 3 آیه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، آخرش هم فیها خالدون. هم فیها خالدون. پس آیه 255 آیه که اگر یک آیه باشه که آیه هو العلی العظیم میشه، بله، تا هو العلی العظیم که بعد باز او را که میخوانه لا اکراه فی الدین بخوانه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، باید تا هم فیها خالدون بخوانه. پس به تعبیر میشه آیه 255 و 256 و 257. این میشه مادر ما آیت الکرسی. حالا ما در صدد از این نیستیم که اینجی روایت بخوانیم که آیت الکرسی چقدر خدمتتون عرض کنم ثواب داره و چقدر بهره های معنوی و بهره های غیر معنوی میتونیم از آیت الکرسی بگیریم، که مادر ما خودش در جریان بوده و از همین خاطر خودش تعهد کرده بوده که هر شب آیت الکرسی را بخونه و 12 مرتبه. ان شاء الله که جوابم گرفته باشن دیگه. بله، اگرچه همکاران ما سعی میکنن که حتی به خصوصی از اینا جواب بفرستن، ولی خب اینجا به خاطر اینکه ممکنه این سوالات جنبه عمومی داشته باشه، همکارای ما میگن که باید سوالا پخش شه تا اگر کسی دیگه هم همین مشکل داشت، مشکلش چی شوه؟ حل شوه. صد میبخشید، چون بحث مادر گرامی بحث آیت الکرسی بود، در بعضی از ادعیه ما میبینیم که خب نمازهای خاصی خوانده میشه، دعاهای خاصی خوانده میشه، مثلا در اعمال اعتکاف، در اعمال ام داوود، خب قبل از اعمال شروع شدن اعمال 100 بار آیت الکرسی وارد شده. خب این یک آیه خوانده شد یا 3 آیه، خب تفاوتش زیاد از لحاظ زمانی، بله. ولی اگر با همو اکتفا به همو آیه اول بشه یا چیزی که، ولی خب طبق نظر مرجع رو باید توجه داشته باشه. وقتی که مرجع میگه آیت الکرسی، میگه 255، 256 و 257. و اینم شما در جریان باشین آقای حسینی جان، وقتی که میگن مثلا شما 100 مرتبه این کار انجام بدی، شما 101 هم انجام بدی با درد نمیخوره، 99 هم انجام بدی با درد نمیخوره، اون 100 که گفته واقعا، اگر البته اگر چیزی که از معصوم برای ما رسیده باشه، برخی چیزا هم که خدمت شما از معصوم نرسیده، مثلا کسی تجربه کرده، مجرب کسی کار یک ذکر رو تجربه کرده، بعد تجربه خود به تعبیر امروز با دیگران شیر میکنه، شریک میسازه، او گپی دیگه است. ولی اگر قرار باشه از معصوم رسیده باشه، یعنی از امام معصوم، از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به ما رسیده باشه که شما 10 مرتبه ایره بخونین یا 5 مرتبه بخونین یا 12 یا 14، چی و نمو خودش موضوعیت داره. من یادم نمیره یکی از این بزرگان مثال بسیار زیبایی زده بود در این زمینه، گفته بود فرض میکنم به شما گفتم که شما 100 قدم یا 100 متر یا 100 گز یا 100 وجب کو یا گز کو یا متر کو، قریش کو برو، قریش کو، قریش کو برو، بکن به گنج میرسی. خب شما 99 اگه به اصطلاح بکنی بری پایین، خب اگر یا زیادتر 5 دانه اضافه، با 5 دانه اضافه کنی شما به گنج نمیرسی. بنابراین اون چیزایی که از ما آثاری که فرمودن که در این دعا یا در این نماز هست قطعا مترتبه. اگر یک نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم، اگر چه شخصی که مثلا گفتن 100 مرتبه این کار رو انجام بده، این 99 تا انجام داده، 50 تا، اصلا 20 تا انجام داده، از نظر روحی استفاده کرده، این فرق است بین انسانی که قرار می تو شیشته یک جایی و این نفری که حداقل 20 مرتبه آیت الکرسی رو خوانده، قطعاً با هم دیگر فرق میکنه. ولی اون نتیجه ای که گفتن که 100 دفعه بخوانی به اون مطلب میرسی، این شخص هم نرسیده، ما یکی اینجا شیشتم هم نرسیدیم، شما هم که نظارگر هستی هم نرسیده. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. و واقعا استاد جا داره که یک تشکر بکنیم از عزیزانی که به حال به برنامه به تماس میشن. خب شاید خیلی سخت باشه، خب شما کتاب شریف نشان میتین به عزیزان، شاید کمی سخت باشه دسترسی پیدا کردن یا نرم افزارش داشتن و رجوع کردن، ولی خب به هر حال یک راه خیلی ساده، این نمبر رو به خاطر داشته باشین، مثبت 964 یا یادداشت کنید 780-255-4013. به محض اینکه سوالی به ذهنتان رسید، خب امکانات همی هستش دیگه، شما همون لحظه میتونین به حال اگر در حال برنامه بودیم یا هر وقتی، شما میتونید سوالتون یا به صورت صوتی یا به صورت نوت یادداشت کنین و انشالله که قطعا کارشناسان عزیز و
اتاق فرمان اینا دستبندی میکنن و به حال جواب شما عزیزان داده ما هم همینجا میشه. خدمت شما رو بگم، فقط ممکنه ای ممکنه همی نمبر فقط امو تایم 4 ساعت 5 ساعتی که امو کارشناسان یا همکاران ما خواستن خاموش باشه، بله یعنی قابل جواب دادن نباشه، بله وگرنه سعی بریه که 24 ساعتی در اختیار بینندگان ما باشه، یعنی هر لحظه هر زمانی از ساعت که اینا سوال به ذهنشان رسیدن، خب الحمدلله گفته شما امکانات زیاد است دیگه، بله همین یک دکمه رو فشار میدن و وایس مبارک برای ما روان میکنن، هیچ لزومی نداره که تایپ کنیم و در اسرع وقت خدمت و همکاران ما اینا رو ترتیب اثر میتن و جوابشان همونجا فورا بهشان ارسال میکنن یا به تلویزیون گفته میشه، هیچ مشکلی نیست. بسیار عالی. خب استاد با اجازه شما، همین مادر گرامی اگه دو تا سوال دیگه هم دارن و ما انشالله امشب به سوالات بزرگوار انشالله بسیار خوب. یک سوال دیگه هم دارم آج آقا، در یک صفحه کتاب که مثلا 3-4 سوره از مورد هر کدام شیر که بخوانی در هر کدام شیر بسم الله الرحمن الرحیم بگی یا اگر نگی خیره. ما خدمت از این خواهر گرامی باز عرض میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم دهی که جز سوره هست یا جز سوره نیست، خواهی مقدار بین علمای اسلام سوال حتی فقهی بود است، بله علمای اسلام و حتی خود مراجع اسلام یک مقدار اختلاف است و اختلاف طبیعیه، جای مشکل خاصی هم در این زمینه نیست. حضرت آیت الله العظما سیستانی در نماز من. یعنی در نماز وقتی که میخوای شما نماز شروع کنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از اون سوره است، یعنی سوره حمد که شما میخوانی در نماز البته من. بگه این جزء ازیه، یعنی باید سوره شما بسم الله الرحمن الرحیم بخوانی حتما بخوانی، الا یک سوره که بسم الله الرحمن الرحیم نداره، سوره براءت. بقیه سوره هایی که به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم داره حضرت آیت الله میفرمایند که این جزءشه الا در نماز آیات. مثلا در نماز آیات اگر کسی میخواد به اصطلاح یک سوره ای را بخونه که 5 دانه آیه داشته باشه با بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله دیگه جزءش حساب نمیشه. باید یک سوره ای را بخونه که او سوره مستقل و بدون بسم الله 5 آیه داشته باشه، مثل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد، که بدون بسم الله الرحمن الرحیم خودش 5 دانه میشه. پس حضرت البته میگه بنابر احتیاط لازم، که اون احتیاط چیه؟ واجبه. پس در جاهای دیگه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست، باید خوانده شوه، اما در نماز آیات جزء نیست، یعنی خوانده شود، خوانده که باید شود اما جزء حساب نمیشه. باید پس باید اگه کسی میخواد به او کیفیت نماز آیات بخونه یک سوره ای رو باید انتخاب کنه که بدون بسم الله الرحمن الرحیم 5 دانه آیه داشته باشه. حالا جواب از این مادر بزرگوار، مثلا میگه این کتاب باز میکنه، مثلا کتاب وقتی باز کنی سوره کوچیک قرآن آخرش از 4-5 سوره در یک جای، خب قطعا اینجا سوره ناس خب بسم الله جزش است، سوره فلق بسم الله جزش است، سوره نمیفهم کافرون بسم الله جزش است و تمام سوره ها جزشه. پس بنابراین نمیتونی رقم بگه بسم الله الرحمن الرحیم سوره فلق بخونه و بعد بدون بسم الله الرحمن الرحیم سوره ناس بخونه و بدون سوره قل هو الله احد و چیزهای دیگره. پس مادر بزرگوار ما بسم الله الرحمن الرحیم بخونه و ذکر بسیار عظیم است، بسم الله الرحمن الرحیم ذکر بسیار عظیم است که ما از این ذکر نباید غافل شویم و روایات هم در این زمینه بسیار زیاد داریم که میگه کل امر زیبال لم یبدا بسم الله فهو ابتر، میگه هر امر مهمی زیبال این مهمی، یعنی هر امر مهمی که بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شوه فهو ابتر هم داریم اقتع هم داریم، ابتر دوبریده یعنی انتها نداره، یعنی به ثمر نمیرسه. پس چی امر مهمتر از قرائت خود قرآن و قرائت سوره های قرآن که باید توأم با چی باشه؟ با بسم الله الرحمن الرحیم باشه. بسیار عالی استاد محترم، ما اینجا میخوایم یک وقفه داشته باشیم، ولی قبل از اینکه بریم به اتاق فرمان و میان برنامه رو ببینیم با اجازه شما، یکی از دعاهایی که به حال در بعضی از سورات که استاد فرمودن که خب بسم الله جزش هست یا نیست، ولی در دعاها که قطعا بسم الله جز دعا نمیتونه باشه، ولی یکی از دعاها را فرمودن که دعای صلوات زراب اصفهانی که در مفاتیح هم آمده و بسیار دعای مجربی است که بسم الله جزء این دعا حساب شده و باید و بیشتر در عصر روز جمعه هم خوانده میشه و ما را متذکر میکنه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، ان شاءالله که
موهم شما از آن بتانیم که دعای خوبه بخوانیم و انشاءالله از آثار و برکاتش استفاده کنیم. به اتفاق روسای محترم و شما بینندگان عزیز میریم به اتاق فرمان و میان برنامه را خواهیم دید و انشاءالله بعد در قسمت بعدی در خدمتان هستیم. همراه ما باشید. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لب ها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچمهای رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد، در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان میکنی. دریاها در رکودی و وسعت یک باور میمیرند و از دل دریاها مردارها جان میگیرند و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان میشویند و فریاد. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. ای گل انتظار یا مهدی، تازه تر از بهار یا مهدی، جمعه های ما چقدر طولانی است بی تو با انتظار یا مهدی. کاش می شد شود همین جمعه، جمعه وصل یار یا مهدی. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده با موضوع احکام. استاد محترم، در سوالی که پرسیده شد مادر گرامی در مورد آیت الکرسی، اگر موضوع چیزی مانده که بفرمایید. نه، احکام خدمت شما عرض کنم که چیزی دیگه مزاحم بینندگان نمیشیم، اگر سوال دیگه هست در خدمتتون هست. خب سوال بعدی هم از همین مادر بزرگوار هست و به حال انشالله که شما پاسخ خواهید داد به این. آجی آقا، در پاکستان زیاد حشرات زیاد است، چلپاسک زیاد، جلاگگ است، چرچرک زیاد است، بخی بطن کده، اگر که او را بکشی از بین ببری گناه دارد، مرچه زیاد. بسیار خوب، سوالشان پروازه هست دیگه در مورد کشتن حشرات و حیوانات موذی. خدمت شما عرض کنم که در اینجا مسئله حقوق حیوانات پیش می آید. حیوانات و حشرات به هر حال هست. مراجع بزرگوار تقلید فرمودن که اگر حیوان یا حشره ای که خب نام بردن، مثلا خب برخی از اینا حتی ترسناک هم هست، مثلا زمینی، مثلا برخی از عنکبوت ها یا اون روتیل، خب اون روتیل ها، بعضی از روتیل ها یا به تعبیر در بعضی جاهای افغانستان بوی میگه به اینا، بوی، خب اونا سمیه، اونا اگر به اصطلاح نیش بزنه ممکنه مثل نیش عقرب باری باشه. خب قطعا اگر او رقم باشه، یعنی در خانه انسان آمده باشه، زمینه آزار و اذیت فراهم کرده باشه، که به اینا میگن حیوانات موذی. حیوانی که موذی یعنی واقعا اذیت کننده، یک وقتی ممکنه روتیل باشه یا همو بوی باشه یا عنکبوت باشه، یا خانم ما جلگگ گفته که درسته جلگگ میگن بعضی جا جلگگ میگن، یا حتی مورچه بعضی وقتا زمین آزار واقعا فراهم کنه، زیاد میشه. یا مراجع بزرگوارا میفرمایند اول اگر میشه از دیگه طریق، از دیگه طریق شما اینا نکشی، مثلا اینا رو یک مسیر اینا رو عوض کنی که اگر جای دیگه برن، خانهشون رو خراب کنی، یا گپی که از اینجا برن که نیاز به کشتن نیست. ولی اگر میفرمایند که خدمتتون عرض کنم که اجرایی نداره، غیر از کشتن دیگه راه دیگه ای نداره، در اینجا چون موذیه و در حریم شما آمده، در خانه شما آمده دیگه، بالاخره خانه شما، کشتنش اینجا جایزه، فرقی نمیکنه که مورچه باشه یا مگس باشه یا هر چیز دیگه باشه که اگر زمینی آزار و اذیت فراهم کنه کشتنش جایزه. دیدیم برخی از اوقات مورچه میزنه خانه انسانه، در روی قند یا میره، در خدمت شما از کم غذا اینا میره، یک چیز شیرین باشه اینا میره، کلی دیگه جار اینا میزنه خراب میکنه به اسلام غذا را. خب قطعا کشتنش در این زمینه اشکالی نداره، ولی باز مراجع میفرمایند که اگر قمی قضیه در طبیعت باشه، هیچ لزومی نداره، طبیعت خانه ازویه، مایی که اونجا رفتیم، شما در خانه اون آمده، ما در خانه از اونا رفتیم و اونجا قطعا مثلا من عشق میکشه، دلم بخواد مثلا یک مرچه را بکشم، یک ایوان دیگر را بکشم، قطعا اینا جایز نیست کشتنش. ولی فقط گفتیم زمانی کشتنش جایزه که در سرحد ای برسه که آزار باشه، یعنی واقعا زندگی انسان آزار بده، یا حتی برخی از مراجع گفتن که اگر آزاری هم نیست ولی آلوده میکنه، مثلا خانه موش داره، آزاری هم نیست که مثلا شما رو آزار بده، ولی خود بودن از این موش در خانه مثلا غذایی را آلوده میکنه، چیزی را آلوده میکنه، قطعا یک کشتنش چی میشه؟ شاید اینو کسر شن هم باشه، اصلا خب مهمان چیز میه در خانه انسان موش باشه دیگه، آه چون میگه که خوبی شاید عدم بهداشت اینجا بهداشت دیگه، مگه در خانه ازی که موشه دیگه، خدا میدونه اوزای غذای ازی چی رقم است. بلی ازی پاکستان به یکی میگن آزار نفر در مرچم نمیرسه، و چی تو میگه در مرچه نباید آزار رسه؟ او که میگن آزار که انسان در مرچه نرسه، خب ما را به یاد امو شعر سعدیست یا فردوسیه که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی درفتی به پایش چمور. این بحث و بحث اخلاقیه، ما یک بحث اخلاقی داریم، یک بحث فقهی داریم. این بنده خدا فقه از ما سوال کرده، یعنی حکمش سوال کرده، حکمش ایست که اگر زمینه آزار و اذیت شما را فراهم کرد میتونی چیکار کنی؟ بکشی. اما اخلاق همون جنب باز حکم میکنه، میگه نه ما بس کنار از این رد شو، چنانچه انسان از کنار انسانهای جاهل رد میشه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. این خود دیگه مورچه بنده خدا که دیگه هیچ، یا موش یا چیزی دیگه، ممکنه حکم اخلاقی باشه که غرض نگیریم،
بان باشه زندگی کنن. اما این بنده خدا حکم فقهیش از ما سوال، حکم فقهیش یه که اگر آزار شد، اگر اذیت شدی، اگر زمینه ازی که فراهم شد که ممکنه مثلا بیماری رو انتقال بده، کشتنش چی میشه؟ جایز میشه. اما اگر آزاری در کار نباشه، حتی داخل انسان آزاری در کار نباشه، گفته شما کسر شأنی نباشه برای انسان، اشکالی نداره، نباید انسان بکشه. صفحه میکنه که منطقه فرق میکنه، شاید در بعضی جاها یک دیدن بعضی از حشرات یا امر خیلی طبیعی باشه. خب مثلا در کشور خود ما، خب در جای دیگه که میگن عقرب میگن یا گژدون میگن، خب به عنوان یک، ولی خب من جای دیدم، خب از فامیلا بود در مزار شریف، گفت دیشب من یک گژدون زد، صبح رفتم یک پیچکاری کردم، گیج به نظرش نمیاد، آیش گژدون زده میگنه که خب بعضی از انواع اینا خیلی کشنده است. یک مورد پیش اومد در مورد گربه هم پیشک پیشک میگفت که اذیت میکنن، گفت حتی گفت که ما به تماس شدیم به دفتر حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله، گفتیم چی کنیم، آیا اجازه میشه که ما اینا را، خب کار که نمیشه، کار کنیم که پای اینا قطع شود، اینا را بزنیم که زده نمیشه، او را یا تفنگ چه چیزی بیاریم اینا را، دبل آمانده بودن دیگه. بعد ظاهرا نشان از دفتر ما فهمیده بودن که نه، شما سعی کنید که اونا را نزنید، بگیرین اونا را، یا به حال دنبال یک قفس چیزی بودن، به حال کارشان انجام شد. ولی خب جالبه که میگه که شما سعی کنید آزارم نتینده. اما اصل اولیه همیه، اگر اصل اولیه همیه که نباید اینا را خدمت شماشون به اسلام موجود است و سوای از اینکه فعلا در زندگی ما ممکنه آزار و اذیت فراهم کرده باشه، اما چی منافعی داشته باشه، خب خدا میداند. مثلا اگر یک جای گربه زیاد شده، خب خدا دفع موش است و کار نداریم به حرفا، ولی به هر حال اگر راهی نباشه الا و کشتن، خب چاره نیست. عقلای عالم تمام میگه بابا این نمیشه هیچ کاری کرد. در قدیم الایام من بوده، من مخاطرات داریم، میگفتن یک پیشک بوده، این هر کاری که میکردن این پیشک ای از روی نمیرفته، پس میامده. حتی مثلا میبرده در مناطق دورتر، مثلا 4 کیلومتر 5 کیلومتر مینداخته اونجا، بعد از مدتی باز دوباره پیدا میشده میامده. گفت که من دیگه چاره ندیدم الا یکی را گرفتیم و داخل یک چیزی پیچ کردیم به اصطلاح، و در سرخاب انداختیم. سرخاب میفهمی؟ سیل که میاد اول بهار که سیل میاد، بسیار میتونه پر هیجان است، و این میگه سرخاب، و فیلم در سرخاب انداختیم، بالاخره از شر زیما خلاص شدیم که دیگه او کجا شد، مرد یا نمرد، دیگه این رقم شد. چاره اگر نباشه، خب اشکال نداره، میتونه انسان اصلا مطمئن. بیننده ای از کشور جمهوری اسلامی ایران به نمبر مثبت 98933 عبده 51 به تماس شدن و سوال کردن که اگر شخصی کسی را میبینه که در حال خوردن یا آشامیدن چیز نجیسی هست، درست است، بله، و یا از او در وقت نماز به لباس او شخصی در حال نماز شخص میبینه که او آلوده شده به یک چیز نجس، میگه که آیا ما وظیفه داریم که به شما متذکر شم یا نه؟ در همین جام حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی و بقیه مراجع میفرمایند که انسان واجب نیست که مثلا شخص آگاه کنه که فلان چیز نجسه یا فلان چیزی نجسه نخور یا فلان مطلب را انجام نده یا در لباست مثلا نجاسته، الا در دو جا. در دو جا باید و حتما و لازمه که انسان این کار را چی بده؟ انجام بده. یک مورد اول او جاییه که این شخص کاری که فعلا انجام میده از او کارایی است که شریعت مقدس اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیه کار در خارج انجام شود. مثلا این طرف داخل یک ظرفیه شرابه و این نمیفهمه میخواد شراب رو چیکار کنه بخوره، یا یک گوشتی است که ماندن در سفره و شما میدانی گوشتی خوک است و شریعت مقدس اسلام به هیچ عنوان راضی نیست که کسی شراب بخوره یا کسی گوشت خوک بخوره، حتی دیوانه، حتی کودک. در این موارد واجب و لازم انسان این قضیه، یا مثلا طرف یک لیوانی است یا استکانی است داخل سمه، این میخواد یه رقم سم خیال میکنه، مثلا آب یا شربت یا چیزی دیگه میخواد بالا بده، و چون شارع مقدس راضی به این کار نیست، حتما واجب و لازمه که انسان در اینجا باید کار کنه، دخالت کنه و به اسرائیل از جهلش خارج کنه. این جهل به موضوع داره دیگه، یعنی موضوع رو نمیدونه. آب زهر خیال کرده مثلا شربت است،
گوشت خوک خیال میکنه گوشت گوسفند یا چیز دیگه است، این رو باید حتما از موضوع انسان آگاه کنه. وقتی جهل داره. بله بله جهل داره و از او جاهایی که شریعت مقدس اسلام راضی نیست که به خارج چی شوه محقق شوه. نکته دوم است که ما با این شخص رابطه ما خیلی تنگاتنگ است، یعنی رفت آمد داریم، او ممکنه در لباسش یک چیزی نجس باشه، خب در اثر همین رفت آمد ممکنه من نجس شوم، ممکنه لباس من نجس شوه، او ممکنه مثلا با آب نجس وضو بگیره که مگر نگم ممکنه خود مبتلای با مو شوم، مجبور شوم خودم با مو آب وضو بگیرم یا با مو آب غسل کنم. پس در اینجا که چون رابطه تنگاتنگه ممکنه خود طرف مبتلا شوه با او امر نجس، از این باب واجب و لازمه که او را از جهل خودش بیرون کنه. مثلا اگر او با لباس نجس در حال خواندن نماز است، بهش چی میتیم؟ تذکر میتیم که این در لباست نجاست است. یا اگر او با آب نجس میخواد چی بگیره؟ وضو بگیره. یا با آب نجس میخواد غسل کنه. از این باب واجب و لازمه که این شخص ما آگاه کنیم. یا یه غذای نجس میخوره، ممکنه خواهم خوردن غذای نجس مبتلا شم، من به خوردن از او مبتلا شم، لذا او را ممکن است مثلا یک غذای را آورده پیش ما میدونم نجس، اصرار میکنه که شما از این غذا چیه بخورید. خب ما خبر دارم که غذا غذای نجس است، بنابراین بهش میگم که نه شما بخور، با کمال احترام نه شما بخور، نه ما به خاطر از اینکه غذا نجس است یا این گوشت خوک یا چیزی دیگه است. از این باب واجب و لازم میشه. اما اگر از باب دیگه مثلا شما یک نفر در کوچه میبینید، در بازار میبینید، لباس نجس با لباس نجس هم نماز میخونه، واجب نیست به ما نیست. که مثلا باز ما هم بحث خدمتتون عرض میکنیم که ما فعلا بحث چی میکنیم؟ فقهی میکنیم. ممکن است در اخلاقی خوب باشه، قطعا از در اخلاقی وقتی یک شخصی با لباس نجس نماز میخونه یا یک شخص آب نجس میخوره یا غذای نجس میخوره، خب اخلاق به ما حکم میکنه که این از جهلش چی بکشیم بیرون، ولی چیزی برای گردن ما از نظر فقهی واجب نیست. پس فرق میکنه بحث اخلاقی و بحث فقهی، و ما فعلا بحث چی میکنیم؟ فقهی میکنیم. پس در دو مورد فقط واجب و لازمه، در بقیه موارد واجب و لازم نیست. خب شاید یک مورد استاد به ذهن عزیزانم برسه یا یک موضوع مبتلا به باشه، مکان نمازگزار خب گفتم باید پاک باشه، خب ولی مهمان آمده به خانه خب و شخص یقین داره که این موضوعی که نماز خونده میشه به هر حال قبلا چه شده پاک نیست دیگه، آیا اینجا که نماز خونده میشه اینجا وظیفه داره که نماز؟ نه، اینجا هم گفتیم ما فقط دو تا استثناء کردیم. گفتیم یک اون موارد از مواردی باشه که شارع مقدس به هیچ عنوان راضی نیست که این کار در خارج چی شوه محقق شوه، یکی دیگه هم زمینه آلودگی خود ما فراهم شوه. اینجا خب من میفهمم خانه خودم نجس است دیگه، من میفهمم که گوشه خانه من نجس است و همیشه عوازم است که در گوشه مثلا نماز نخونم یا پای تر خود یا دست تر خود در او نزنم. ولی بر کسی دیگه یک مهمان یک شب میره از نظر فقهی چیزی نیست بر گردن شما، بازم از نظر اخلاقی میتونه بگه که مثلا فلانی یک کمی برتر نماز بخونه یا او برتر نماز بخونه. و یه جالب است که ما بدانیم از نظر به اصطلاح اخلاقی مهمان وقتی که وارد خانه انسان میشه، مهمان در اختیار میزبانه، هر جایی که میزبان گفت باید بشینه، هر چی که میزبان گفت باید بخوره. متوجه هستین بعضی وقتا مثلا ما در خانه یک نفر وارد میشیم، خب میزبان به اصطلاح انسان بزرگوار محترمی ما را به جای بسیار بالای میشونه، وقت ما اصرار کنیم که نه بیا خود شما اونجا بشین، این صاحب خانه است، صاحب خانه هر جای دوست داره میخواد بشینه. پس بنابراین شما فعلا همون جایی که میزبان به شما امر میکنه همون جا شما چیکار قرار بگیری. یک وقتی اگر این شخص باز در خانه شما مهمان شد، خب ادب حکم میکنه که ایره شما ده بالاترین جایی ایره بانیه، ولی بالاخره مهمان در اختیار کیه؟ میزبان و صاحب خانه. هر جایی که صاحب خانه دستور داد یا خواهش کرد باید میزبان همونجا بشینه و نماز خودش بخونه و هر کیفیتی که میزبان هر چیزی کن. که همون میزبان به اصطلاح آورد باید نوش جان کنه و بخورن، به انتخاب اون نمیشه، اگر رو به انتخابش اومده باید رستوران باید بره دیگه، نه که به عنوان مهمان شما. بله، ما وارد از قضایای مهمان و مهمان نوازی نمیشیم، اگرچه صحبت این حرفا در قضایا خدمتتون عرض کنم که زیاد است و ما فعلا احکامش هم نمیتونیم. اتفاقا استاد در همین باب خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم که بسیار احکام زیادی هم وارد شده در باب مهمانداری، یعنی جزئیات اشاره شده که شاید به جرأت میشه گفت که در هیچ مکتب و در هیچ دینی
این رقم به این جزئیات و به این کیفیت صحبت نشده. ضمن اینکه ما کمتر از 4 دقیقه استاد زمان داریم تا پایان برنامه، یا تکمیلی در این مورد ما خدمتتون عرض کنم که در همین مسئله به اصطلاح طهارت و نجاستی که به اصطلاح از این سوال به وجود آمد، اسلام عزیز درباره طهارت و نجاست خیلی بسیار توجه ویژه داره. حالا علاوه بر از اینکه طهارت و نجاست خبیثه دیگه، مثلا خیلی از چیزها خباثت داره و طبع انسان از اینا به اصطلاح مشمئز میشه، طبع انسان اینا را بدش میاد. و علاوه بر از این مطالب، اسلام عزیز وقتی میگه شما مثلا نجاست از خودتان دور کنید و کالایتان را پاک و پاکیزه بسازید، پس علاوه بر از اینکه یک کاری میکنه، اسلام یک دستور داده که با طبع انسان سازگاره و علاوه بر از این ثواب داره جناب سید. یعنی علاوه بر از اینا ثواب داره، یعنی انسان که وقتی که نجاست از خودش دور میکنه و فرمان حضرت الهی هوی، قطعا علاوه بر از اینکه وظیفه خودش انجام داده، خدای تبارک تعالی برای از این ثوابم قرار داده. مثلا ما بگذاریم از ثواب، اصلا جناب آقای حسینی صاحب، ای که یک بزرگی از شما یک چیزی میخواه و شما با پیشانی باز با خاطر آسوده دستور از این انجام میتی، این نفش به کیست؟ نفش به خود انسان است. چرا؟ چون شما حرف یک بزرگی رو گوش کردی و کی بزرگتر از خالق ما. بنابراین بعضی وقتا دیده میشه که نسبت به پاکی، طهارت و نجاست و اینا یک مقدار خدمتتون عرض کنم، برخی ها بی مبالاتی انجام میدن، مثلا برخی از حیوانات با خودشان در زندگیشان در اشتراک میگذارن. متاسفانه الان در کشورهای اروپایی زیاده، در کشورهای همسایه افغانستان هم هست که پدیده ایست که سگ در خانه میارن، سگ داخلی موتر خود میگذارن و بسیار پدیده بسیار زشتی است که حتی خب شما میگن که همین ولوغ سگ، آب دهان سگ وقتی که در یک جای قرار میگیره با هیچ چیزی پاک نمیشه غیر از خاک. اول باید رو خاک مالی کنه و فعلا به طب جدید و علم پزشکی هم به این رسیده که اون میکروبایی که اونجا هست غیر از اینکه خاک او را از بین ببره، چیزی دیگه از بین برده نمیتونه موفق باشه. صد همین رقم فرمودی، من یک جای دیدم که یک نفری هم تو یک سگی در بغلش بود. خب گفتم یک تذکر، به هر حال گفتم که ببخشید خوی سگ است نجس است از نظر اسلام. گفت که ای حیوان خدایه، ای را خدا هست کرده. گفتم بله، اما خدایی که ای را هست کرده، اما خدا فهمده نجس است. نجسه. بسیار تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، عالمی منتظر گفتن بسم الله اوست. کاش می شد که باشیم کنارش، یارش هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.